فکر نمی کنی که اصرار بر 2500 سال پیش و یه شخصیتی مثل کوروش شما رو در مزان این سخن قرار بده که یه مقدار به جای اینکه به جلو نگاه کنی به عقب داری نگاه میکنی؟ اتفاقا استاد عزیز میخوام به شما بگم این سوالو بعضیا مطرح میکنن، واقعا بعضیا میگن چرا شما اینقدر کهنه، چرا ای برمیگردی به 2025 قرن پیش؟ اما هموطن، بعضی چیزها هست که مشمول مرور زمان، عدالت مشمول مرور زمان نمیشه، عشق و راستی و درستی مشمول مرور زمان نمیشه، احترام گذاشتن به انسان و هم نوع مشمول مرور زمان نمیشه. چه بسا میبینید که همین تو قرن اتم چطور انسان ها به جون هم دیگه افتادن، عشق شده یک بازیچه، ایمان دیگه وجود نداره. چرا جفرسون و جورج واشنگتن، چرا قانون اساسی آمریکا رو جفرسون بر پایه کوروشنامه که گزنوفن نوشته، چرا بر پایه کوروشنامه نوشته؟ چرا اگه مشمول مرور زمان میشد، اگه مال 2500 سال پیشه، چرا قانون اساسی آمریکا رو بر پایه کوروشنامه نوشتن؟ برای چی؟ این اسطوره چیه؟ چرا کوروش بزرگ و منشور حقوق بشرش رو، هم حقوق بشرش رو گذاشتن تو مقر اصلی سازمان ملل و یه نسخه‌ش هم گذاشتن در دادگاه لاهی هلند؟ و حقوقدان‌های فرهیخته جهان بشریت وقتی از برابرش در دادگاه لاهی هلند رد میشن، عبور میکنن، و وقتی نمایندگان ملت‌های جهان از برابر این منشور از سازمان ملل متحد رد میشن، از برابر منشور کوروش، چرا بهش سر تعظیم فرود میارن؟ چرا بهش احترام میذارن؟ اگه مشمول مرور زمان میشه، چرا همین الان نتونستن این منشور حقوق بشر رو اجرا بکنن؟ میگه هر کسی در انتخاب دین خود آزاد است، این فقط یکیشه. الان میبینید که جنگ مذاهب بشریت رو داره به نابودی میکشه. اون میگه من بر حقم، اون میگه من بر حقم، خدا رو تیکه پاره میکنن برای همدیگه، و این وسط این بشریتی که داره نابود میشه. پس باید زمانی، تو این زمان که داره تکنولوژی بر ضد بشر کار میکنه، کوروش بزرگ میاد دوباره، قلب دنیای بشریت شروع به تپیدن میکنه. هموطن نفس بکش، قدرت رو احساس کن، این ما هستیم، این کوروش بزرگه، این 2500 سال دموکراسی و حقوق بشره، این ایرانه، این عزیز دل ملت‌های جهانه. قربونتون برم، این تون سربازتون خدمتتون بشه، قربون شکرتون برم.